اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ مریم ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. خدمت همه حضار محترم، خانم ها و آقایان سلام عرض می کنیم. انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در جنوب کالیفرنیا سوتا مفتخر است که با همراهی شما عزیزان 40 سال زندگی پرفروغ بانوی ریاضیات جهان خانم دکتر مریم میرزاخانی را گرامی بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده وظیفه دارم به نمایندگی از خانواده های ونگراک و حقیقی که خانم من هستم و میرزاخانی بنده کمترین، خدمت کلیه هموطنان عزیزم سلام عرض بکنم و تشکر بکنم از این محبتی که در تمام دورانی که ما از مراحلی که مریم در بیمارستان بود تا زمانی که مراحل تقصیر و تدفین و کارهایی که انجام شد واقعا هموطنان ما در اینجا نهایت کمک شما کردن و این موجب شد که ما بتونیم مصیبت بزرگ رو به خوبی تحمل بکنیم. اون چیزی که من دوستم عرض بکنم که خدا رو شکر میکنم که کلی مراسم اسلامی و ایرانی طبق سنن و آدابی که داریم از مراحل تقصیر و تدفین و همه خوب انجام شد. نماز هم آقای مهندس عبدالی بازرگان دارد که آقای جان دکتر سروش لطف کردن خدمتشون بودیم و بقیه بزرگان، همه اینا موجب شد که ما بتوانیم انشاءالله این مصیبت بزرگ رو تحمل بکنیم. من با عرض معذرت از اینکه نمیتونم خدمتتون باشم و عذر بسیار میخوام از این بابت، ولی بالاخره جای شما در قلب ماست، انشاءالله جای ما در قلب شما باشه. انشاءالله با کمک همدیگه بتونیم مصیبت رو تحمل بکنیم و بعدم امید ما به جوانانش انشاءالله این راه ادامه بدن. مایه مباهات و افتخار بنده هستش که هموطنان ما در اینجا الحمدلله از دانش فنی و تحصیلات دانشگاهی و واقعا افرادی هستن که بسیار بنده افتخار میکنم و این که انشاءالله موفق باشین در همه کارا. مجددا خدمت همه هموطنان عزیزم سلام عرض ادب دارم، آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما و غفران و رحمت برای درگذشتگان همه ما. مجدد تشکر میکنم، انشاءالله همیشه خوب و سلامت باشید و شما در اینجا موفق هستید. ما این مباحث ما هستیم زمانی که در ایران هستیم. خوشحال هستیم که الحمدلله شما هم خوب و موفق باشید. انشاءالله که موفق تر روز به روز باشید و تشکر میکنم. قربان شما، خدا حافظ. سعدیا، زن نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. درگذشت مریم میرزاخانی را به خانواده محترم میرزاخانی، همسر عزیزش، دختر عزیزش، بقیه بستگان گرامی رو به ملت ایران و به جهان علم و دانش تسلیت می‌گویم. برای اولین بار اسم مریم را از پروفسور ششانی، استاد ریاضیات ایران، در سفری که در سال 1999 که بستان داشت در هاروارد شدیدن. از او خیلی تعریف میکرد و میگفت باید انتظار کارهای درخشان از او داشته باشید. این در حالی بود که مریم هنوز دانشجوی لیسانس در دانشگاه شریف بود. برای بسیار تعجب‌آور بود که چطور با این اطمینان از استعداد این دانشجوی جوان سخن میگفت. در پاییز همان سال پروفسور جو هریس، استاد ریاضی دانشگاه هاروارد، با من تماس گرفت و در مورد مریم میرزاخانی که برای پذیرش از دانشگاه هاروارد اقدام کرده بود نظر من رو جویا شد. من هم با توجه به سخنانی که از استاد ششانی در مورد مریم شنیده بودم توصیه کردم که در مورد پذیرش او تردیدی به خود راه ندم. خوشبختانه مریم از دانشگاه هاروارد پذیرش گرفت و دانشجوی رشته ریاضی در مقطع دکترا شد. تابستان سال 2000، چند ماه قبل از شروع تحصیلاتش در هاروارد، من یک کنفرانس یک ماهه در رابطه نظریه ریسمان و ریاضیات در هاروارد برگزار کردم و او از آن اطلاع پیدا کرده بود و در آن شرکت کرد. از آنجا با او آشنا شدم. شرکت او در این برنامه که مبحث آن مستقیما رشته مطالعه او نبود،
نشانه پشتکار و علاقه او به کسب علم به معنای گسترده آن است. با شروع برنامه‌های دانشگاهی او را گاهی در دوره‌هایی که دانشجویان و محققین ایرانی بستان برگزار می‌کردند می‌دیدم. چند سالی که گذشت و مقالاتی منتشر کرد، از اساتید دانشگاه ریاضیات هاروارد مرتب تعریف او را می‌شنیدند و بسیار خوشنود بودند که همچون شاگردی از ایران پذیرفتند. تا به این حد که از من که فقط توصیه پروفسور ششعانی را در مورد پذیرشش به آنها منتقل کرده بودم تشکر می‌کردم. چون موضوع تحقیقاتش با فیزیک ریسمان‌ها، رشته‌ای که من درش تحقیق می‌کنم، ارتباط پیدا کرد، راجع به تحقیقاتش نیز با او صحبت می‌کردم. همیشه با کمال تواضع و بدون هیچ گونه تعریفی از کارش برایم توضیح می‌داد. با فروتنی کامل ولی با اطمینان. اطمینانی که مسلماً حاصل ساعت‌ها تلاش و پشتکار فراوانش بود. یک روز بهاری در حالی که در دانشگاه مشغول راه رفتن بودم، متوجه شدم مریم دست یک شاگرد نابینا را گرفته و به او کمک می‌کند که به مقصدش برسد. در دانشگاه هاروارد مرسوم است که نابینایی موجب پذیرفته نشدن دانشجو نشود و دانشجویانی که علاقه‌مند به کمک به نابینایان هستند به آنها یاری می‌رسانند و مریم یکی از آن دانشجویان نیکوکار بود. این کار را با وجود اینکه سرش رو بود انجام می‌داد، چنان که همان روز دیدم که پس از رساندن شاگرد نابینا به مقصد شروع به دویدن به طرف کلاس خودش کرد. پس از فارغ التحصیلی از هاروارد به پرینستون رفت و پس از آن استاد دانشگاه استنفورد شد. در همان زمان بود که از ریاضیدانان طراز اول جهان از جمله ماکسیم کانسیلیچ تعریف کارهای درخشان او را می‌شنیدم. حتی او می‌گفت اثبات مریم میرزاخانی از اثباتی که او از یک قضیه کرده بود بسیار زیباتر است. با توجه به این سوابق، از اینکه او جایزه فیلدز را دریافت کرد خیلی تعجب نکردم، ولی البته بسیار خوشحال شدم. این خبر به قدری در جهان علم تأثیر گذاشت که حتی همکاران فیزیکدان من به صرف این که او ایرانی است به من که میدونستم ایرانی هستم تبریک میگفتند. دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه هاروارد سعی در جذب مریم داشتند. در این راستا چند ماه پس از دریافت این جایزه از او ایمیلی دریافت کردم که در آن گفته بود برای چند سخنرانی به دانشگاه هاروارد خواهد آمد. به او گفتم که دانشجویان ایرانی ناحیه بستون بسیار خوشحال می‌شوند مراسمی ترتیب بدهند و موفقیت درخشان او را جشن بگیرند و در آن از او تجلیل کنند. با فروتنی که منحصر به فرد او بود این درخواست را با ملایمت تمام رد کرد و پیشنهاد کرد به جای آن با دانشجویان ایرانی در نهار ماهانه شرکت کند. اکنون مریم میرزاخانی به تاریخ پیوسته است. کوتاهی حیات او نه تنها بستگان، دوستان، ملت ایران و دانش دوستان را عزادار کرده است، بلکه دنیای ریاضی را از نتایج کارهای درخشان آینده او نیز محروم کرد. درخشش او و در این حال فاجعه مرگ نابهنگام او تأثیر عظیمی در ما به جا گذاشته است. امیدوارم در این جریان از ساختن بت از او اجتناب کنیم و به جای آن مراکز درجه یک تحقیقاتی در ریاضیات و علوم پایه بسازیم و او را سرمشق قرار دهیم که آری می توان با پشتکار فراوان و
و صرف نظر از تمام محدودیت ها و مرزهای مرئی و نامرئی به عالی ترین مدارج ممکن در جهان دست یافت، بدون اینکه تواضع و فرهنگ خود را فراموش کنیم. روحش شاد. I wasn't always very excited about math. I was more excited about reading novels, and I thought I would become a writer one day. I got excited about it maybe just as a challenge, but then I realized that it's really nice and that I enjoy it. These were quite difficult times. It was during the war. Right after the war, I had a lot of opportunities. I went to a very good middle school and then high school. I think I was the lucky generation because I was a teenager when things became more stable. My main interest is understanding structures you can put on a surface. There are different ways of looking at it. Either you have a surface with some additional geometric structures, or these kind of problems are related to understanding the space of such structures. One very famous example is if you have a billiard table and you start from a point and you hit the ball and it hits the boundaries and it moves, say, forever, you want to see the trajectory of the ball. Would it cover all your billiard table? Can you find closed billiard paths? And interestingly enough, this is an open question in general if you don't put any restrictions on the angles of the polygon that you started. There are two types of questions. One is about you have a surface with the geometric structure and you're trying to understand some properties of this geometric structure that you have. The other questions are related to you have a surface and you have a geometric structure and you start deforming this geometric structure and then you want to see what kind of surfaces you would get. Some of the problems, like, you know the properties of a generic surface, a random surface, but it's really hard to say something about a single given geometric structure on the surface. Some of the work that I've done with different collaborators shows that sometimes the surfaces are very similar to the ones of a generic surface. You can ask these questions about hyperbolic surfaces or these flat surfaces or different geometric structures. I think these problems are important because they are related to some other problems. Even if you are interested in higher dimensional manifolds, one way of dealing with them is trying to find some nice surface inside of them. You end up learning a lot about other spaces and properties of other actions. So it gives you a lot of information. It's not only the question, but the way you try to solve it. Curtis McMullen, professor of mathematics at Harvard University and its current chair, received the Fields Medal in 1998. He was Maryam Mirzakhani's PhD thesis advisor. He played a key role in bringing to fruition Maryam Mirzakhani's mathematical talent, and combined with Maryam's brilliance and dedication, led her to beautiful mathematical works, which in particular earned her the Fields Medal. I invite Kurt McMullen to share his reflections on Maryam with us today. Thank you very much, Kumran, for that kind introduction. It's an honor to be able to participate in this event in memory of Maryam Mirzakhani. I had the privilege of knowing Maryam as a student and as a colleague and as a friend, starting in the year 2000. And I remember her as being unpretentious, an open person, and someone who combined modesty with fearless ambition when it came to her mathematical work. She brought the same courage to her attack on the deepest mathematical problems as she did to her battle with cancer. What I would like to do is
to just describe for you some of my personal impressions of Maryam's path from a graduate student at Harvard to becoming a world-renowned mathematician. And I'd like to describe some anecdotes and also show some pictures and slides to give a non-technical but honest impression of what her mathematical work was about. So first let me say what it was like to meet Maryam in graduate school. She began attending an informal seminar that I held with many of my other graduate students. They talked on papers of research interest. And Maryam began attending, and she began coming to visit me in my office. And the first thing that struck to me were her questions. Now, of course, all graduate students have questions about mathematics, but Maryam's questions were unusually imaginative. They were like long mathematical stories, which she had invented and wondered if they were correct. And when I later learned that when she was younger, she had the ambition to be a writer, this all began to make sense. She was trying to craft stories to understand the breadth of the mathematics she was going to do research in. And this is very promising for a research mathematician because doing mathematical research is like climbing a mountain that no one has ever climbed before. And along the way, there will be sharp cliffs that have to be scaled. But perhaps the hardest task is to find the route to the summit and to have the determination to continue when it seems impossible. And Maryam's ability to craft mathematical narratives showed that she had all the skills to find a route to the summit. I already knew from her spectacular record in the Math Olympiad as a high school student that she could climb fifths, but this imagination that she showed was very promising for her later evolution as a mathematician. And I'd like to just briefly discuss how her thesis came about. She reported on a very unusual formula that hadn't been understood very well in mathematics. It concerned surfaces with one handle, something in the shape of a donut. And when she presented this paper in my seminar, it was very clear that she deeply understood what was going on in it. And in fact, she used this paper to do something new, which was to calculate the volume of what's called a moduli space. These are central players in mathematics. Calculating their volume is like calculating the area of a circle, pi r squared. Finding these kinds of formulas is a topic that lies at the frontier of mathematical research now. So she observed that this strange paper, this unique paper, led to such a formula, and then a few weeks later, she announced that she could do the same formula for surfaces with any number of handles, not just a donut with one handle, but all surfaces. And as a result, she could calculate the volumes of all moduli spaces. And then soon after that, she announced that she could prove as a formula of central importance in string theory, an area of mathematical physics, using her deep understanding of these volumes. So the story of her thesis was a remarkable development with humble origins, counting simple loops on shapes like a donut, a story that began with this simple problem and ended with a central result in mathematical physics that I think Cooper mentioned. It has proposed by Witten and solved for the first time by Kontsevich. Maryam gave a completely new approach to this problem. And this circle of ideas had a worldwide impact, and she immediately became a major player on the mathematical stage. So, as you know, she
She went to Princeton and then became a tenured professor at Stanford. I'd just like to say a word about her most famous work, for which she was awarded the Fields Medal. This can be described in elementary terms as involving a connection between billiards and, again, surfaces with many handles. A traditional billiard table is rectangular, and one might be interested in the motion of a ball bouncing off the sides of this table. And it turns out that's related to surfaces with one handle, like a donut. But if you have a more complicated billiard table, say an L-shaped table, it might be related to a surface with two handles, or perhaps more. And the goal of the task that Maryam undertook was to uncover universal patterns in dynamical systems by working with this simple model. Now, dynamical systems are all around us. There are laws of physics that govern the evolution of the planets in their courses, the movements of the stock market, and even the beating of the human heart. So Maryam's contribution lies in the abstract part of the theory of dynamics, but it's part of a very broad endeavor that connects all parts of mathematics and sciences. And indeed, in 2004, I had tried to address the problem Maryam studied, and I thought I had made an important breakthrough when I was able to solve it for surfaces with two handles. But 10 years later, she, in collaboration with Alex Eskin, solved the problem for any number of handles. And this was a spectacular tour de force, and it was one of the major accomplishments recognized by her Fields Medal, which is the equivalent of the Nobel Prize in mathematics. So to give you a little bit more insight into what Maryam did, and also to bring some of my own memories to mind about her, I'd like to show you some slides. So let me switch over to a graphical presentation. Okay, I hope you can see that. So this is a picture of Maryam when she first became a professor at Stanford, and it's very much how I remember her when she was first a student at Harvard. And this is a famous picture from an article around the time of her Fields Medal to give you an idea of her mathematical process. Maryam worked very visually and with geometric intuition, and here she's studying surfaces with a sprawling piece of paper on the floor of her home in Palo Alto. So this slide is just to depict in a concrete way these surfaces we've been talking about. The ordinary round sphere has no handle, the donut has one handle, and then there you can imagine more complicated surfaces with two or three handles, as I've shown here, and the geometry of these surfaces becomes substantially more complicated once they have two handles. They become spaces of negative curvature, unlike the sphere, which is positively curved. And in fact, Mondra Borgava, who won the Fields Medal at the same time as Maryam, called her a master of negatively curved spaces. This picture is just to give a very brief idea of Maryam's thesis. On the left-hand side, I've described some classical results, sometimes called the prime number theorem. They concern loops on a surface with two or more handles that are allowed to cross each other. But Maryam's breakthrough was to understand the so-called simple loops, the loops that don't cross one another, as you can see on the right-hand side of the screen, and to give an exact count of the number of these loops. And now just to have one technical looking slide just to impress you, here is the famous formula in string theory that Maryam was able to derive from her new insights into simple closed curves. But there are also some naive questions
very beautiful that were answered by Maryam's work. For example, if you pick a loop at random on the surface of with two handles, what are the chances it cuts it into two pieces? And Maryam proved that the probability is 1/7, and of course she proved a multitude of other examples of this kind of topological statistics. For her Fields Medal winning work, I just want to give you a vague idea of the connection between billiards and surfaces. So if we study billiards in a pentagon rather than in a traditional rectangular table, here you see a long billiard path, the orbit of a ball bouncing off the sides of a pentagonal table. This can be analyzed by unfolding the table into two copies of itself, so that now the billiards follow straight lines. And then we glue the sides of the table together, and the result is a surface with two handles. And it was Maryam's penetrating analysis of the connection between billiards and surfaces that led to new results that can be described in simple terms and related to billiards. For example, one can count the number of different ways a billiard ball can come back to where it started, and then it turns out to grow like a quadratic polynomial. But perhaps what's most striking about Maryam's work is the breadth of mathematical fields that she was able to integrate into a single transformative research program. She learned mathematics not just from me, but from her other fellow graduate students, from many other professors, and she was very adept at absorbing and internalizing new fields. And I'm just showing here one of the spaces which she worked with, depicted in a movie by David Dumas, to give you an idea of the worlds she tried to visualize. And many developments are still unfolding from the work that she did. But I'd like to end the slide presentation with a picture that is really how I remember Maryam. It's one of the ones I'm most fond of her with her daughter, Anahita, helping her work through a drawing book. And it brings to mind, for me, something that happened at the International Congress of Mathematicians in 2014, when Maryam received her Fields Medal. I gave the laudation on Maryam's work, and she was sitting in the front row, and I was very nervous about describing to her my vision of her great accomplishments. But then I noticed that she had brought her daughter Anahita all the way to Seoul, Korea, for this occasion. And in fact, during my talk, she spent most of her time tending to a very excited young girl. And that's a nice memory for me of Maryam's warmth and openness. And it brings to mind a paragraph written by the president of Stanford on this sad occasion that I think says better than I can many of the things that all of us who knew Maryam feel. So let me end by reading that to you. He wrote, "Maryam has gone far too soon, but her impact will live on for the thousands of women she inspired to pursue math and science. Maryam was a brilliant mathematical theorist and also a humble person who accepted honors only with the hope that it might encourage others to follow in her path. Her contributions as both a scholar and a role model are significant and enduring, and she will be dearly missed around the world." Thank you. خیلی ممنون، خیلی ممنون که این تعداد اومدن امروز برای خانم دکتر میرزاخانی. تقریبا فکر کنم 24 ساعت قبل از که ایشون فوت کنن، من تازه خبردار شدم که ایشون بردن هاسپیتال، و اون موقع هیچ نمیدونستم که وضع چقدر وخیم هست. توی اون فیسبوک و اینستاگرام و غیره من یه پیغام گذاشتم برای مردم که
خبر رسیده که خانم دکتر میرزاخانی توی بیمارستان هستن و تا اونجایی که میتونین انرژی مثبت، افکار مثبت راهی ایشون کنید. و خب خیلی تعجب زده شدم 12-13 ساعت بعد از این خبر شنیدم، ولی عکس العمل مردم نسبت به اناونسمنت اول که فقط فکر کردن ایشون بیمارستان رفتن به قدری مثبت و پر احساسات بود که من یه دوست مشترکی که داشتیم گفتم که برای که روحیه خانم میرزاخانی بهتر بشه بهشون بگیم یه سری بزنن به این صحبتایی که و عکس العملی که مردم درباره ایشون دارن، مسلماً روحیه‌شون بهتر میشه. البته اون موقع من نمیدونستم که احتمالاً ایشون در وضعیتی نیستن که بتونن این کارو بکنن. و بعد حدود 10-12 ساعت بعد از اون بود که متاسفانه جمعه شب من موقع اومدم خونه این خبر رو شنیدم و موقعی که مطمئن شدم که صحت داره اینو پخشش کردم، همین توی محدوده کوچکی که مربوط به من میشه توی دیجیتال میدیا در عرض چند ساعت بعدش نزدیک 160 هزار عکس العمل بود از مردم اینجا داخل ایران و تعجب کردم که خیلی‌ها که ایشون رو نمی‌شناختن و می‌دونیدم که فیلد خانم میرزاخانی طوری بود که خیلی راحت نمی‌شد شکافته. شاید مثلا برای دکتر وفاد، دکتر مکمیلان، آقای دکتر نیری اینجا اپلیکیشن کارهای خانم میرزاخانی خیلی مشخص‌تر باشه تا برای مردم، ولی یه چیزهایی که ما فقط میشنیدیم که یکی دوتاشو همین توی چیز استنفورد خوندم اینه که گفتن که موضوعی که ایشون انتخاب کرده بودن برای تز دکتراشون که بنویسن، در حقیقت دو موضوع ایشون گرفتن که هر کدومش تنهایی اینجوری که میگفتم دیگه it would be a spectacular PhD dissertation، ولی به جای یک مسئله هر دو مسئله رو ایشون با هم حل کردن. و این صحبتی که آقای کرتیس مکمیلان کردن درباره پروجکشن بیلیارد بار روی نمیزه چهار گوشی کرد، بیلیارد بار تقریبا میتونه حدس بزنه که از این زاویه که میزنه چه خواهد شد، چیزی که چندین زل داشته باشه، شنیدم که این نزدیک 100 سال ماتماتیشن و فیزیشن ها رو مشغول کرده بود که افکارشون که اینو حل بکنن. و ایشون سال 2013 موقعی که اینو نوشتن from what I understand in a 200 page paper که مردم میگفتن که described it as a titanic work, something that fundamentally changes mathematics. من میخواستم یه موضوعی براتون بگم که توی کهکشان ما، کهکشان راه شیری، در هر یک سال یک خورشید، یک ستاره تقریبا همشکل خورشید ما به وجود میاد و یه ستاره همشکل خورشید ما از بین میره، هر سال یه دونه. ولی بزرگترین خورشیدها، بزرگترین ستاره ها، پر نورترین، پر انرژی ترین، فقط قرنی یک بار به وجود میان و زندگیشون هم خیلی کوتاهه و بعد به صورت سوپرنووا از بین میرن. و من اینو یک تشبیهی داشتم نسبت به زندگی خانم دکتر میرزاخانی که همیشه همجور که شنیدین طول زندگی انقدر مطرح نیست که ارتفاعش یا بودش باشه و بسیاری داره با اون چند سالی که شما توی این دنیا هستین باش چه کار میکنین. یه آمار دیگه که میخوام بهتون بدم اینه که امروز که ما اینجا نشستیم دور هم هستیم، 360 هزار انسان توی دنیا به دنیا میان.
یه چیز نصف اون 150,000 نفر از دنیا میرن. بنابراین همه ماها یک قطره هستیم توی این اقیانوس هیومانیتی که میاد و میره. ولی بعضی وقتا کسایی میاد که من این چیز دیدم که رومی گفته بود، خیلی به نظرم اومد که صرف میکنه درباره خانم میرزاخانی، که درباره ایشون یک You are not a drop in the ocean. You are an entire ocean in a drop. و واقعا این درباره ایشون صرف میکنه. توی این مدت خب خیلی از کسایی که توی علم هستن درباره ایشون صحبت کردن به عنوان یک نابغه ریاضی، ولی به نظر من ما باید در نظر بگیریم هیومانیتی این شخص هم در نظر بگیریم که ایشون آخر سر یک مادر بود برای دختر 6 سالش، یه دختر بود برای والدینش، یه همسر بود برای شوهرش. خیلی بهتون بگم بعد وقتا متاسف می شدم که توی متاسفانه خوبی و بدی داره این چیز مجازی یا دیجیتال انوایرمنت که هر کسی عقیده خودش رو می نویسه. خیلی صحبت‌ها شده بدون بی اساس که متاسفانه به این تأسف فامیلش، پدر و مادرش اضافه میکنه که بخوان این حرفای بی ربط رو نفی کنن که نه اینجوری نبوده. خیلی این عادت بدی شده متاسفانه برای کسایی که بدون که دلیل داشته باشن و اثبات داشته باشن به حرفشون میان و یه صحبت های میکنن. از اون متاسفم. ولی من در ضمن که متاسفم یه همچین نابغه‌ای از بین رفته، در ضمن در فکر فامیلش هم بودم، کسایی که ما الان یه نوع لاس میبینیم تو خودمون، حالا به هر دلیلی هست، یا خانم ها به خاطر این کاری که ایشون کردن، ایرونی ها به خاطر که هموطن هستن، اونایی که توی کارهای علم هستن به اون خاطر، ولی ایشون در صورت فامیل هم داره و خب لاس اونا با اونی که ما فکر میکنیم فرق میکنه. مریم چه حالا دیگه میخواست یا نمیخواست، یا همجور که میدونین she was intensely private, intensely private، ولی یه آدم تاریخی شد. خانمهایی که الان توی جمع شما هستن، توی رشته خودتون میدونین که یه کاری که مردها معادل مردها میکنن، معادل اون کارو خانمها باید خیلی بیشتر، سریعتر، بهتر انجام بدن تا همون ریکوگنیشنی بگیرن که مردها میگیرن. بنابراین موقعی که یک زنی این به قول آمریکایی‌ها میگن که the glass ceiling، این glass ceiling رو میشکنه، یه چیز تاریخی میشه، همجوری که مریکوری این کار کرد 1903 با جایزه نوبل که اولین زن بود که این جایزه رو گرفت. همچنین مریم یک شخص تاریخی شده با این فیلز مدالی که گرفت در سال 2014 که 90 سال میگذره از وقتی که این مدال رو ایجاد کردن. توی راهی که امروز میمدم به دانشگاه با یکی از همکارای JPL هم میمدم، خیلی جوانتر از من، که مثل اینکه 5 سال قبل از میرزاخانی اونم توی مدارس ایران بوده و ایشون هم یکی از نخبه های اونجا بودن، و صحبت میکردن که از همون موقع هم ایشون و دخترای همسن ایشون چقدر باید کوشش میکردن، استراگل میکردن که همون اپورتونیتی هایی که بچه ها، پسرها داشتن برای رفتن به المپیاد، همون اپورتونیتی هم برای دخترها باشه، که مسلما باز یه صدی رو ایشون شکستن از همون موقع که دانشجوی دبیرستان بوده.
چیز دیگه که باز یادم میاد باز خوندم گفتم که من ایشون نمیشناختم سال 2014 که ایشون برای فیلز مدال قرار بود برن مدال بگیرن همون موقع این بیماری رو داشتن و داشتن کیموتراپی میگرفتن و نمیدونستن که میخوان برن اصلا این مدال بگیرن نمیخواستن با جورنالیست با اونها روبرو بشن خودم چجوری که چند نفر ماتماتیشن زن بهش گفتن تو بیا و ما اینجا تو رو شیلدت میکنیم یعنی تا دیدیم یه خبرنگاری داره طرفت میاد یه دوتا مون میپریم اون وسط و اینا تو رو رد میکنیم براشون خیلی مهم بود برای این خانم ها که این مریم بره و به این جریان شرکت کنه یه سیسترهودی بین این خانم های ماتماتیشن بود ولی از همه مهمتر ریلی این گفتم یک چیز نزدیک 160 هزار تا کامنت و غیره برای من اومده من اینو دیدم این مال یه دختر 13 ساله است که نوشته بود متاسفانه انگلیسیشو باید یه مقدار براتون توضیح بدم که چی میخواسته بگه ایشون میخواسته بگن که مریم الگوی منه رول مدل منه رفته تو دیکشنری نگاه کرده الگو رو پترن پیدا کرده و اینجا میگه که مریم پترن زندگی منه و شاید حالا توی کارهای ماتماتیکس کارهایی که ایشون کردن که باقی خواهد موند خوبیه کارهایی که مریم کرده اینه که دیسکاوری های خواهد شد روی کارهایی که ایشون کردن برای سالهای آتیه توسط جنریشن های بعدی ماتماتیشن هایی که بیان ولی شاید یکی از بزرگترین اثری که گذاشته اثری که مثل این روی این دختر 13 ساله گذاشته یه حرف زیبایی مریم داده که شبیه یه کمی شبیه حرف ارشمیدسه لذت بخشترین احساس دنیا لحظه آهانه همون آها مومنت هیجان کشف و فهمیدن یک چیز جدید تا کسی این کار را انجام نداده باشه نمیتونه بفهمه که چقدر این لحظه بدون قیمته با هیچ چیز دیگه ای قابل مقایسه نیست اما ماجرای مریم و واکنش جامعه جهانی منو به یاد دیدار و ملاقات چارلز چاپلین و نابغه بزرگ قرن بیستم اینشتین میندازه جایی که اینشتین به چاپلین میگه که بیشترین چیزی که در مورد هنرت دوست دارم اینه که با اینکه تو واژه‌ای بر روی لبان جاری نمیشه مردم دنیا تو رو تحسین میکنن و در مقابل چاپلین با زرنگی خاصی میگه که اما شهرت تو بیش از اینه برای اینکه در حالی که مردم هیچ چیزی از حرفای تو نمیفهمن تو رو تحسین میکنن به نظر میاد ما تو این 100 ساله خیلی پیشرفت نکردیم بذاریم با همدیگه بخونیم از ویکیپیدیای فارسی مریم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد در سال 2014 اینو با هم بخونیم به خاطر دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها همه فهمیدن یعنی چی دیگه جایزه فیلدز رو دریافت میکنه ولی همچنان میبینیم که واکنش مردم به مریم شبیه واکنشی است که به اینشتین نشون میدادن درسته که مردم تعداد کمی هستن که کارهای مریم رو بفهمن به نظر من علت اینه که مریم یک جایگاه خاص و ویژه‌ای بر بین مردمان دنیا داره نبوغ او در ریاضی صرف نیست فرای اونه وقتی که خبر درگذشت مریم اومد یکی از ژورنال‌های نیمه تخصصی معتبر در دنیا یعنی American Scientific این تیتر رو زد که ریاضیدانان جهان در سوگ نابغه ریاضی و تنها زن برنده جایزه فیلدز نشستن و جالبه
واکنشی که بیش از همه زنان ریاضیدان به این مسئله داشتن. متاسفانه فضای رشته‌های ریاضی و علوم طبیعی و مهندسی شدیداً مردانه است. من میدونم حتما خانم‌های الان اینجا هستن که این تجربه رو داشتن. دکتر نادری هم به خوبی به این مسئله اشاره کردن. یک زن باید فرای قابلیت‌های یک مرد رو نشون بده تا در میان مردان دیگه بتونه خودش رو موفق نشون بده. و مریم تونسته بود در این محیط مرد سالارانه که بعضیا اصلا اعتقادی ندارن ریاضیات کاریست برای زنان، موفق بشه. خیلی جای دور نمیریم، در همین آمریکا لری سامر رئیس دانشگاه هاروارد معتقد بود که زنان به طور ذاتی استعداد ریاضیات ندارن. این حرف درست یک سال بعد از اینکه مریم میرزاخانی پی اچ دیش رو در ریاضیات از دانشگاه هاروارد گرفته بود گفته بود. البته سرانجام لری سامر این بود که او مجبور به استعفا از دانشگاه هاروارد شد و فکر میکنم بهترین پاسخ به لری سامر همین حرکتی است که مریم میرزاخانی کنه. بشین بچه، حرف زیادی نزن. اما آشنایی من با مریم برمیگرده به دورانی که در بوستون بودیم. دکتر یحیی نژادم جز این گروه بود، نمیدونم چرا اون روز برای اون جلسات نهار نبوده، حالا بعدا خودش میاد صحبت میکنه. مریم و دوست بسیار عزیزش که او بسیار سوگوار هست، دیگر ریاضیدان خوب ما خانم دکتر رویا بهشتی، در اون زمان رویا به MIT رفت و مریم به دانشگاه هاروارد. ما تعریف هر دوشون رو شنیده بودیم، برنده های المپیادی بودن. امروز سه نفر از بچه های المپیاد هم امروز صحبت خواهند کرد. متاسفانه خانم دکتر رویا بهشتی اصلا در شرایطی نبودن که بتونن دعوت ما رو قبول کنن. یکی از دوستان گفتن این مجلس چرا همه سخنران ها مرد هستن؟ یه دلیلش این بود که ما از کسانی خواستیم بیان که مریم رو میشناختن و متاسفانه یکی از بهترین کسایی که او رو میشناخت در شرایطی نبود که در این جلسه بتونه بیاد. این جلسات هفتگی بود که با کامران وفا داشتیم و دور هم جمع میشدیم و گفتگو میکردیم. مریم موهای بسیار بلندی تا کمر داشت، این عکسای الانش رو نبینید، و همیشه وقتی بهش نگاه میکردید در این حالی که همونطور که فیروز جان اشاره کرد یک شخصیت درونگرای شاید تا حدودی پرایویتی داشت، ولی بسیار بسیار مهربان بود. و میگم همیشه وقتی کسی نگاهش میکرد میخندید. در انجمن دانشجویان هاروارد وقتی که جشن نوروزی گرفتن، مریم وای میستاد سینه شیرینی میگرفت و از ایرانی های شهر بوستون پذیرایی میکرد. در اولین سال اقامتش فکر میکنم شاید به همت مهدی، دکتر یحیی نژاد که اینجا هستن، حالا صحبتشون رو خواهید شنید، یک جلساتی بود که ما بتونیم بیشتر همدیگر رو بشناسیم و به خصوص بچه هایی که تازه اومدن راهنمایی بشن که چی میخوان. مریم اومده بود تکسش، مالیاتش رو، فرم مالیاتیش رو انجام بده. برای ماها که از ایران برای اولین بار میامدیم، این کار از فرمولای که مریم پیدا کرده خیلی سخت داره. و مریم رفته بود یه سری حساب کتاب رو کرده بود و اومد فرم مالیاتیش رو که هم مالیات ایالتی بود هم فدرال رو به من نشون داد و من متوجه یک اشتباه بسیار فاحش شدم در مثلا جمع و تفریق دوتا عدد و گفتم مریم متاسفانه به من آتوی دادی که حتی این رو برای نبهات تعریف خواهم کرد که نابغه ریاضیات فرم مالیاتش رو درست بلد نبوده پر کنه. و خندید و گفتش که پس میخوای آبروی منو جلو بچه هام ببری. یادش بخیر. به نظر من مریم، ما همه دلتنگ مریم خواهیم شد برای نه شخصیت خودش، بلکه برای اثری که روی
جامعه زنان به خصوص گذاشت و اون سد بزرگ رو شکوند برای اونایی که باور دارن ریاضیات کار زنها نیست. اجازه بدید که صحبتامو با این تموم کنم که قدر مریم ها رو موقعی که زنده هست بدونیم. اگر مریم امروز میخواست اینجا صحبتی کنه و از شما ایرانیان عزیز خواهش میکرد که به او کمک کنید برای ساخت یک مرکز علمی، چند نفر از ما حاضر بودیم بهش کمک بکنیم؟ بنابراین اگر ما میخوایم به قول کامران دکتر وفا به جای اینکه از او بت بسازیم، تلاشی بکنیم که راه او ادامه پیدا کنه، همه زنان بتونن در رشته های ریاضی و علوم طبیعی بدون مشکلات درس بگیرن. اجازه بدین که صحبت های خودم رو با یک شعری از شفیعه کدکنی، دوستانی که من از نزدیک میشناسم، من خیلی اهل شعر نیستم ولی با این حال فکر میکنم این بسیار میخوره به مطلب امروز ما و صحبت هامو تموم میکنم. مرگ او زندگی دوم او بود که گردید آغاز، شیشه عطری سربسته افتاد و شکست، همگان بو بردند که چه چیزی را دادند از دست. سپاسگزارم. اولین باری که با مریم از نزدیک برخورد داشتم 22 سال پیش بود، در پایان دوره کشوری المپیاد در تابستان 1995، زمانی که اون ستاره‌ای بود با 2 سال درخشش در المپیادهای جهانی و من تازه عضو تیم شیمی شده بودم. اما در مراسم اون با مهربانی سراغ من و خانواده‌مون اومد تا تبریک بگه بهم، کاری که مدت‌ها برای من مایه شادی و مباهات بود. این اولین آشنایی من با انسان شریفی بود که بعدها دوستی شد عزیز و امروز سوگوار درگذشت ناهنگامش. در مورد افتخارات و نبوغ ریاضیاتی مریم صحبت زیاد شده و دوستان ریاضیدان بهتر میتونن رسم بدن، لذا صحبت رو متمرکز میکنم روی موضوعی که شاید به پارادوکس میرزاخانی بشه تعبیرش کرد. پارادوکس اینه: مریم هرگز دنبال ترفیع و تبلیغ خودش نبود، به طوری که حتی پس از دریافت مدال فیلدز مطبوعات و رسانه ها به ندرت میتونستن اونو قانع کنن که در یه مصاحبه یا یه برنامه تلویزیونی شرکت کنه. از اون طرف هم کار تخصصیش خیلی انتزاعی بود، به زندگی مردم عادی ربطی نداشت. چگونه چون این فردی، اونم با وجود جوانیش، به یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین شخصیت های معاصر ایران تبدیل میشه؟ من پاسخ این سوال ندارم، اما دوست دارم فکر کنم که قسمتی از پاسخ به شخصیت زیبای مریم برمیگرده. همه به هوش سرشار و نبوغ ریاضیاتی مریم آگاهیم، اما خیلی ممکنه ندونن که پشت کار مریم دست کمی از هوشش نداشت. یکی از دوستان خاطره‌ای تعریف میکنه که مریم همیشه حد اکثر تعداد کتاب رو از دانشکده ریاضی کتابخونش به امانت میگرفت، در شرایطی که بیشتر ما دانشجوها هرگز کتابی که از کتابخونه قرض نگرفته بودیم. این روحیه پرتلاش هم به استانداردهای بالای مریم باز میگشتش و هم اون از ریاضی عمیقا لذت میبرد و نفس تلاش براش پاداش بود. مریم همچنین نه تنها در کار استانداردهای خیلی بالایی داشت، بلکه از اخلاقی ترین افرادی که بود که من میشناختم. من مریم رو توی فعالیت‌های مختلف دیده بودم، از سفر تا مهمونی و صحبت‌های طولانی. به یادم نمیاد که حتی در یه مورد بشه انصاف در نظر یا عملش رو زیر سوال بردش. نکته جذاب دیگه در مورد مریم فروتنیش بود. شما میتونید خیلی در مورد افراد یاد بگیرید از اینکه چه جوری با دیگران برخورد می‌کنن وقتی در موزه قدرت هستن، و اعتبار علمی مریم باعث میشد خیلی وقتا در موضع قدرت باشه، خصوصا در برخورد با دانشجو. در این شرایط مریم همیشه در جهت آرامش دادن به طرف مقابل و تبدیل برهمکنش به رابطه برابر بود، و این برخورد مهربانانه و اخلاقیشو در سایر برهمکنشاش هم به خوبی میشد دید. مثلا اگه با مریم رستوران میرفتیم، از اینکه چقدر تیپ بذاریم، برخورد با پیشخدمت به چه شکل باشه، میزمون رو زیاد کثیف نکنیم، سر و صدای بچه‌ها موجب آزار به بقیه مشتری ها نشه، تو همه اینا حساس بود. اینا مسائل ساده ان، ولی درش مهربانی و اخلاقی بودن مریم به چشم میخوره. مثال دیگری از این موضوع در گپ‌های دوستانه ظهور پیدا میکرد که با مریم داشتیم. با وجود جذابیت صحبت در مورد دیگران، مریم همیشه ترجیح میداد جهت صحبت رو ببره به سمت مسائل سازنده و اهل غیبت کردن نبود. اینا خصوصیات ساده‌ای به نظر میان، خیلی از ما هم زیاد شنیدیم راجع بهشون، اما نهادینه کردنشون در زندگی روزمره ناشی از سالها کار مستمر بر شخصیت خودمونه، کاری که مریم کرده بود. نتیجه‌اش رو هم هر کس باهاش برخورد می‌کرد به سرعت متوجه می‌شد.
به نظرم تأثیر مثبتی که مریم روی دیگران میگذاشت و اعتماد آنی که در هر ناظری ایجاد میکرد ریشه در این شخصیت زیبا و مهربانش داشت. مریم برای خیلی همون به الگو تبدیل شد، نه به خاطر اینکه ما میتونیم ریاضیدانی بشیم به خوبی مریم، کمتر کسی میتونه، بلکه به خاطر اینکه میتونیم مسیر رو انتخاب بکنیم که از دنبال کردنش لذت میبریم. میتونیم در اون مسیر با جدیت تلاش بکنیم و عمیق بشیم بدون اینکه دنبال تمجید دیگران باشیم. میتونیم پیوسته استانداردهای کاری و اخلاقی خودمون رو بالا ببریم. میتونیم بسیار موفق باشیم در کمال فروتنی. میتونیم به کشورمون عشق بورزیم بدون اینکه در مورد دیگران تبعیض‌آمیز فکر کنیم و میتونیم چهره جهانی باشیم بدون اینکه ادعامون گوش دنیا رو پر کنه. در این دوره که از سیاستمدار تا پژوهشگر خیلی‌ها مسیر کمکاری و پرادعایی رو انتخاب می‌کنن، بهترین بزرگداشت اون عزیز پرورش مریم درونی. امیدوارم یادش انرژی بخش هممون باشه. تا که بودیم نبودیم کسی، کشت ما را غم بی هم نفسی. تا که رفتیم همه یار شدند، خفته بودند همه بیدار شدند. قدر آینه بدانید که هست، نه همون لحظه که افتاد و شکست. و شعر دوم در تایید صحبت‌های دکتر نادری عزیز که شاد باشه قضیه و این مراسم. من اونگه که گردم زمستی هلاک، به آیین مستان بریدم ز خاک. به تابوتی از چوب تاکم کنید، به راه خرابات خاکم کنید. مریزید بر گور من جز شراب، میارید در ماتمم جز رباب. ولیکن به شرطی که در مرگ من، ننالند به جز مطرب و چنگ زن. من مریم رو از زمانی که در دانشگاه شریف بودم میشناختم، البته در زمان المپیاد هم دورا دور مریم رو میشناختم. و مریم
خب همه میدونیم که یک ستاره بود از نظر نبوغ ریاضیات و تلاشی که داشت فوق‌العاده بود، ولی چیزی که امروز شاید میخوام بیشتر توجه کنیم این بود که مریم از یک بستری میومد. مریم یه نماینده یک نسل بود. مریم زمانی بزرگ شد که جنگ در ایران ادامه داشت، در جنگ ایران و عراق بود، در از زمانی بزرگ شد که اون محرومیت‌ها وجود داشت، محدودیت‌ها وجود داشت، زمانی بزرگ داشت میشد که در ایران اینترنت نبود. اینترنت زمانی اومد، شاید یکی دو سال قبل از اینکه مریم وارد دانشگاه بشه، به طور محدود به ایران اومد. شاید خیلی‌ها یادشون نیاد در اون زمان موقعی که یک نفر از خارج به دانشگاه می اومد، تمام ما خبردار می شدیم. انقدر اتفاق مهمی بود که یک دکتری از یک جایی از اروپا، از ژاپن، از آمریکا اومده و یک سخنرانی ممکنه داشته باشه. مهم نبود حتی چه رشته‌ای باشه. ما که در فیزیک بودیم، برای ما اگر یک ریاضیدان می اومد از یک جای دیگه دنیا، برای ما خیلی اتفاق مهمی بود. و اینها رو می خوام بگم که در چه وضعیتی مریم تحصیل کرد و تمام این سدهایی که شکست، واقعا با تمام این محدودیت‌هایی که داشت تونست به اینجا برسه. مریم خب در شرایطی بزرگ شد که واقعا برای زنان در ایران خیلی محدودیت وجود داشت. هنوز خب محدودیت در کل دنیا وجود داره، مثلا در علوم پایه، ولی در ایران خب این مسائل خیلی جدی‌تر بود. هنوز شاید خیلی یادشون باشه در دانشگاه شریف پسرها یک نقطه وای میستادن، زنها یک جای دیگه، و شاید به همدیگه اشاره میکردن که اون مریم میرزاخانیه، اون فلانیه. و این شما تصور کنید به عنوان یک دختر 17 ساله 18 ساله که یکی وارد دانشگاه شده، اون توجه چقدر میتونه تأثیر بذاره زیر اون فشاری که جامعه داره برای اینکه این فرد به اون شکلی که جامعه میخواد رفتار بکنه، و اون توجهی که میشه چقدر میتونه تأثیر بذاره روی کارش. حالا به عنوان بیشتر به شکل فشار بود تا به شکل اینکه توجه به شکل مثبت باشه. چیزی که واقعا خیلی مریم از زمانی که مدال فیلز گرفت میشناسن. خب مریم رو من خیلی از قبل میشناسم و یه خاطره‌ای که اتفاق خواهر من این رو به یادم آورد رو من تعریف میکنم براتون. مریم برای خیلی الگو بود، برای ما الگو بود، برای من الگو بود، اما برای دختران در ایران خیلی الگو بزرگی بود. من یادمه که خواهرم این رو یادآوری که به یاد آوردم این ماجرا، حدود 16 سال 17 سال پیش بود. و اگه بدونین خب تو ایران هر کسی که یک موفقیتی کسب میکنه همیشه افراد دیگه، دوستان، آشنایان میرن، برادر، بچه‌ها، خواهر، برادر رو میارن که معرفی کنن بهشون و ازشون یک کمکی بگیرن و یه راهنمایی بگیرن. تو موردم من خواهرم رو آوردم دانشگاه، با مریم قرار گذاشتیم. من خواهر کوچیکم رو که 12 ساله بود آوردم که مریم راهنمایی بکنه که ریاضیات چجور مطالعه بکنه و المپیاد رو چجور شرکت بکنه. و مریم هم وقت گذاشت، خیلی انسان مهربانی بود و قلب بزرگی داشت، و در مورد متانتش که شنیدید و در مورد واقعا مهربانیش و اینکه چقدر دوستش کمک بکنه به افراد دیگه، مریم وقت گذاشت. ما دانشگاه‌های ایران، حالا نمیدونم اون موقع اینجوری بود، الان نمیدونم چجوریه، راحت ورود بهش خیلی سخت بود. حالا اینجا شما میتونید راحت وارد دانشگاه بشی، کسی ازتون چیز نمیپرسه. اونجا به اندازه دو تا صفحه کاغذ آچار باید سوال جواب میدادین دم در که شما اونجا چی کار دارید و برای چی وارد میخواییم بشین. ما حالا بعد از اینکه وارد شدیم و رفتیم با مریم صحبت کردیم و مریم راهنماییشو کرد و آخرش هم گفتش که یک کتابی هست که مریم و رویا، در اون سن فکر کنم مریم 22 سالش بود یا 23 سالش بود، کتابی اون موقع نوشته بود و گفت به خواهرم که برو این کتاب رو مطالعه بکن و تا بتونی در المپیاد شرکت بکنی. البته خب خواهر من از اون دیدار خیلی بهره برد، ولی لزوماً در ریاضیات نه، ولی خب این خاطره‌ای که همیشه به یادش خواهد بود. چیزی که واقعا شاید بتونم بگم این که میدونید کسایی مثل مریم، خب بالاخره خیلی چیزها هست که یک مریم درست میکنه. یک نبوغ فردی هست که خب بعضی ها بالاخره ممکنه
ده ها سال بگذره که آدم مثل مریم درست شه، ولی یک بستر جامعه هم هست. و چیزی که واقعا شاید بشه گفت این بود که کسانی مثل دکتر تابش، دکتر شهشهانی در دانشکده ریاضی، حال در دانشکده فیزیک مشابه افراد رو ما داشتیم، اینا کسانی بودن که در زمان جنگ در ایران موندن و اون بستر علمی رو در ایران فراهم کردن که کسانی مثل مریم تربیت بشن، یا کسانی که در المپیاد وقت گذاشتن. تا المپیاد واقعا شاید خیلی حالا از دور شنیده باشین، به عنوان من کسی که شرکت کردم، المپیاد یه مسابقه ایه که مسابقه دانش آموزیه، ارزشش حالا در سطح بالا بردن سطح علمی یک مملکت تقریبا صفره. ولی کاری که کرد در ایران به یک عده ثابت کرد که خب ایرانی ها هم میتونن در سطح بین‌المللی رقابت کنن، میتونن به خودشون باور داشته باشن، و این روی کسانی مثل مریم و نسل مریم تأثیر گذاشت. حالا مهم نبود که خودشون المپیادی بودن یا نبودن، این نشون داد که بالاخره یک کسی با همون بستر جامعه و با همون تحصیلات میتونه بیاد و در سطح دنیا موفقیت کسب کنه. مریم از چنین جایی می اومد و واقعا کسانی مثل دکتر تابش و دکتر شهشهانی که در دانشکده ریاضی بودن و کسانی دیگر مثل چنین اساتیدی کمک کردن که چنین شرایطی فراهم بشه و کسانی مثل مریم تولید بشن. و چیزی که دیگری که میخوام بهش اشاره کنم این که واقعا خیلی از ما لزوما نمیتونیم مریم باشیم. مریم بودن یک نبوغی میخواد، و ولی دلیل و در این حال میتونیم مریم باشیم. مریم نکات دیگری داشت، مریم کارش رو با شوق میکرد. من کلاسایی که به عنوان مستمع آزاد میرفتم در دانشگاه ریاضی، میدیدم مریم با چه شوقی در اون کلاس ها شرکت میکنه و داره علم رو یاد میگیره. هر موقع مریم در مورد کارش صحبت میکرد تونتر صحبت میکرد، با هیجان صحبت میکرد، انقدر اشتیاق داشت به کارش که این رو میشد در چشماش دید و مشاهده کرد. یک خاطره دیگری من شاید بتونم براتون بگم این بود که من یک هدیه برای دختر مریم گرفته بودم و لزوما مطمئن نبودم که حالا این هدیه برای دختر بچه‌ها مناسب هست یا نه. و مریم چیزی که گفتش این بود که خیلی آدم نکته بینی بود و در مسائل اجتماعی هم خیلی آدم نکته بینی بود. گفتش که این فرضی که همه معمولا برای کودکان دختر عروسک میخرن و برای کودکان پسر ماشین میخرن یا امثال اون، و اینکه حتی از قبل از اینکه کودکان خودشون ابراز کنن که چی میخوان، ما براشون فرض میکنیم که اینها چی میخوان و براشون اون به قول معروف ساختار جنسیتی رو ما براشون شکل میدیم. خب این در اون صحبتی که شد واقعا خب به این رسیدیم که خب معلومه کودکی که شما بهش به ماشین به عنوان اسباب بازی بهش میدین، شانس این که این کودک مهندس بشه، ریاضیدان بشه، فیزیکدان بشه، مطمئنن بیشتر از کودکیه که ماشین یا اسباب بازی مثل اون رو نمیگیره. و این باز این رو نشون میداد که مریم چقدر باور داشت به اینکه دختران میتونن خیلی این سدهایی که وجود داره رو بشکنن و به مدارج بالاتر برسن. مریم خیلی آدم کم حرفی بود و واقعا خب در شاید در عامه کمتر شما ازش شنیده باشید به جز کارهایی که کرده، ولی واقعا از نوع کاری که میکرد داشت جامعه رو هدایت میکرد و کمک میکرد به افراد مشابه خود مریم که بتونن اون سطح ها رو بشکنن و به مدارج عالی کسب پیدا بکنن. واقعا چیزی که واقعا میخوام بگم این که میتونیم هممون مریم باشیم و اینکه فقط باید اون عشق رو به کار و اون علایق رو به کاری که داریم میکنیم نشون بدیم و یادمون نره که این یک نکته دیگه که واقعا شاید مریم داشت این که واقعیتش با درگیری های روزانه خیلی خوش رو درگیر نمیکرد، خیلی فکر روشن و تمیزی داشت، به این معنا که خودش میدونست داره چی کار میکنه و رو اون کار متمرکز بود، خیلی حواسش پرت نمیشد به مسائل دیگه حاشیه‌ای که ممکنه پیش بیاد در زندگی. و من فقط این رو چیزی که میخوام بگم که از اساتیدی که کمک کردن
کسایی مثل مریم رو پرورش دادن واقعا تشکر میکنم و از همه شما میخوام که واقعا کمک کنیم که یک نسل دیگری پرورش بدیم که کسانی مثل مریم رو بتونه تولید کنه و باز تولید بکنه و مریم های بیشتری داشته باشیم. از همه شما متشکرم. مریم عزیز در مدرسه تیسوشان دخترانه فرزانگان درس میخوند و من در مدرسه پسرانه 2 سال بزرگتر بودم. ولی به صورت جالبی همه معلمین ریاضیمون با هم مشترک بودن. من مثال میزنم برای اینکه یعنی یادشون رو میکنم. آقای کاظمی بودند که به ما ریاضی جدید هندسه درس میدادن، به اونها ریاضی جدید درس میدادن، آقای نیوشا به اونها هندسه درس میدادن و آقای هلی به هر دومون جبر درس میدادن. اینا خودشون واقعا فوق‌العاده بودند و به گردن همه ما حق دارن و در موفقیتمون سهیم هستند و علل خصوص آقای نیوشا که معلم هندسه مریم بودن که در موفقیت اون ایشون برای هموار کردن راهشون واقعا نقش بسزایی داشتن. اتفاقی که افتاد این بود که من با تمام معلمین دبیرستانم تمام مدت در ارتباط موندم و واقعا بهشون ارادت دارم. هر سری که ایران میرم میرم خدمتشون، علل خصوص آقای کاظمی که معلم ریاض جدید و هندسه ما بودن. این سری که رفتم بعد از جایزه فیلز بود و ازشون پرسیدم که خب شما به عنوان کسی که به همچی پدیده خارق العاده ای درس دادید چه احساسی دارید، یا اینکه واقعا مشخص بود از اول که این یه فوق ستاره باشه و ایشون کسی هستن که نخبه های دیگه مثل علی هاشمیری و بابک امیرپرویز و بسیار دیگر از کلاسشون اومدن بیرون. به من چیز جالبی گفتن. گفتن که یک زمانی در 12-13 سالگی مریم و همینطور دوست صمیمیش رویای بهشتی، این دو نفر تصمیم گرفتن که فقط گوش بدید به این، تصمیم گرفتن که بهترین ریاضیدانان جهان بشن. فکرشو بکنید در اون زمان ایران، یک کشور جنگ زده که واقعا اون زمان جنگ بود و اینکه دخترها تا اون لحظه هیچ کدومشون وارد المپیاد نشده بودن، این چه بلند پروازی بود که دو نفر کردن و با برنامه‌ریزی فوق‌العاده و همینطور یک کار تیمی دو نفره موفق شدن همچین کاری رو بکنن که این واقعا جای تحسین داره. و اتفاقی که افتاد این بود که این دو نفر شروع کردن با هم ریاضی کار کردن و با هم سوالای المپیاد رو حل کردن و تمرین کردن و به همدیگه آموزش میدادن. عملا این دو نفر همدیگه رو هومسکول کردن، یه جورای کاملا خودجوش و خودساخته. بعد اتفاقی که افتاد این بود که کم کم از سطح کلاس، اون هم فکر کنید مدرسه تیزهوشان که خودش ادوانس بود، از سطح کلاس کلی رفتن بالاتر و اول 2-3 سال بعدش به فرمی رسید که از معلمین و استادها هم جلوتر بودن که میتونستن کتاب بنویسن در سال اول دانشگاهشون. و اتفاقی که افتاد این بود که خب دیگه اصلا موضوعیتی نداشت که سر کلاس برن و اتفاقی که افتاد این بود که با معلمین باشون یک قراری گذاشتن و قرارشون این بود که این دو نفر انتهای کلاس بشینن و همیشه برای خودشون ریاضی کار بکنن نمادر که چه درسی در جریان هست. ولی دو تا شرط داشت، یکی این بود که به درسای دیگه شون هم برسن و نمره خوبی تو اون درسا بگیرن و اینکه شرط دوم این بود که سوال و جواب نکنن. به واسطه این کسی که 4-5 سال از کلاس جلوتره اصلا خنده‌داره بخواد سوال و جواب بده.
خلاصه این البته قراری بود که با معلمی گذاشتن. حالا یک روز یک استادی از انگلیس میان، یه استاد ریاضی بودن، شروع میکنن توی مدرسه فرزانگان بهشون سخنرانی کردن و برای اینکه بچه ها حوصله‌شون سر نره و سرگرم بشن بهشون مسئله میدادن، سوال میکردن. و اون زمان زمانی بود که تازه مریم سال اول دبیرستان بود، یعنی تو اون آمفی‌تئاتر 300 نفره کلی آدم بودن که 2-3 سال حداقل از مریم بزرگتر بودن. سوال که از تموم نمیشد، مریم دستشو بلند میکرد و جوابشو میگفت. یک 2-3 بار این اتفاق افتاد. بعد این آقای دکتر یه جورایی دیدن که نه بهتره دیگه سوال نپرسن و ازشون پرسیدن که خب اسم شما چیه؟ گفت که استاد من میرزاخانی هستم. بعد آقای دکتر که خب از فرنگ اومده بودن و دقیقاً آشنا بودن، درست نمیشنون و از اون لحظه به بعد تمام صحبتشون رو اینجوری چیز میکنن که همینطور که این خانم میرزا گفتن همونطور که اون خانم میرزا گفتن. خلاصه از اون به بعد دیگه به خانم میرزا معروف شدن و واقعاً میرزایی بود برای خودش، یعنی سر و گردنی از تمام دوره خودش، نه تنها هم دوریاش هم نسلای خودش جلوتر بود. و اون زمان زمانی بود که ما دبیرستانی بودیم، زمانی که به سطح دانشگاه رسید که اصلا دست نیافتنی بود واقعا. بعد اینکه راستش میخوام بگم که مریم چجوری مریم شد، یه کمی مهدی جون هم به این تشخیص کردن. نبوغ بخشیش بود ولی همش نبود. اراده و تصمیم هم بودن ولی کامل نبودن. استعداد درخشان و همینطور توانایی ذاتی اونها هم بودن و مهم بودن ولی کافی نبودن. همینطور آموزش هم مهم بود، ولی واقعا برای اینکه پدیده‌ای به اسم مریم میرزاخانی واقعا تولید بشه احتیاج بود که همه این چیزایی که گفتم واقعا تو یک نقطه فصل مشترک داشته باشن و در راستای زندگی این نفر امتداد پیدا کنن، که این نفر بتونه در همه مراحل زندگی آموزشی، تحصیلی و علمیش گل سرسبد باشه و درخشان‌ترین نگین‌ها باشه. اون واقعا همچی موجودی بود و فکر می‌کنم تو صدها میلیون واقعا نظیرش پیدا نشه. چیز دیگه‌ای که می‌خواستم بگم این بود که این درخشندگی همینجور ادامه پیدا کرد. در سال دوم دبیرستان این دو نفر به اندازه‌ای خوب بودن که زمانی که می‌رفتن، خب معلمین که از پسشون بر نمی‌آمدن، می‌رفتن دانشگاه شریف پیش استاد مشترکمون، استاد ریاضی مشترکمون دکتر تابش. از ایشون سوال‌های ریاضی می‌کردن، ازشون سوال می‌خواستن که بتونن حل کنن و ایشون می‌بینن که اینها انقدر پیش رفتن که تا اون زمان دوم دبیرستانی‌ها نمی‌تونستن تو المپیاد شرکت بکنن. بعد دکتر تابش کاری می‌کنن که با بقیه تیم برگزار کننده المپیاد صحبت می‌کنن که خب این خیلی حیفه، بیاید یه کاری بکنیم که اینها هم بتونن در المپیاد شرکت کنن. و واقعاً جواب داد. مریم موفق شد که در دو سری مختلف، در دو سال متفاوت، با دو مدال طلای المپیاد جهانی رو بیاره و فقط با از دست دادن یک نمره در دو امتحان. این یه رکورد بود و هنوز هم حداقل هیچ دانشجوی ایرانی، من چینی‌ها رو شک نکردم ولی خودم شخصا دانشجوی ایرانی رو شک کردم و اینکه میدونم این واقعا یه رکورد بود. و یادمه که انقدر ما ذوق زده شده بودیم از همچی چیزی، واقعا این چیز دست نیافتنی بود. من خواهرم گرفته بودیم بریده روزنامه رو که عکس مریم رو با یک روپوش و سراسر سفید رفته بودیم مدال رو بگیره، بریده بودیم و سالها برای خودمون نگه داشتیم. این درخشش همینجوری ادامه پیدا کرد در سطوح بالاتر. وارد دانشگاه که شد یادم میگفتند که سال اول همه نمراتش کامل بود به جز تربیت بدنی. ظاهراً استاد تربیت بدنی اینقدر شرمنده شده بود بعد از اینکه اینو شنیده بود، رفته بود گفته بود آخه دختر جون من الان شرمنده یک 80 میلیون آدم یا اون زمان 70 میلیون آدم میشم برای تمام عمرم، چرا به من نگفتی که وضع تو اینجوریه؟ یا اینکه میگفتی بسکتبال بازی میکنی یه دو نمره اضافه بهت میدم. خلاصه این واقعا وضعیت تحصیلی اون بود و زیر نظر اساتید ایران مثل دکتر تابش، دکتر شرشانی، ایشون واقعا به نقطه رفیعی که میخواستن کم کم رسیدن و بعدش رفتن هاروارد پی‌اچ‌دی گرفتن و پرینستون استاد شدن. بعدش رفتن از 31 سالگی در استنفورد استاد تمام شدن و فکر کنید اون هم خودش یه رکورد بود و یه کسی بود که تو تمام مراحل واقعا نخبه بود. بعدش کلی جایزه ریاضی بردن و در انتهای کار مدال فیلدز رو بردن که واقعا مثال زدنیه و یه چیز دست نیافتنیه واقعا. این
چیز وضعیت مریم چیزیه که باید برای هممون الگو باشه. این چیز دیگه‌ای که می‌خواستم در این زمینه بگم این بود که می‌خواستم یادی بکنم از المپیادهای دیگه‌ای که از دست رفتند. یکی امیر غضنفریان بود که المپیاد ریاضی سال 68 مدال نقره گرفت. اون متأسفانه البته از شریف مهندسی برق گرفت، بعد اومد در استنفورد، توی استنفورد در کوالز استنفورد که خب نخبه ترین آدم ها شرکت میکردن، توی کوالز تک رقمی شده بود رتبهش، الان نمیدونم اون دوم بود علی هاشمی سوم بود یا برعکس، ولی یه چیز عجیب شده بود که مسئول آزمایشگاهمون آقای حاجودانی این بریده روزنامه رو گرفته بودن و زیر روکش شیشه‌ای میزشون گذاشته بودن. منم که اونجا معلم حل تمری درس بودم، هر روز اینو میخوندم که این عده 5 نفر بودن که توی کوالز استنفورد توی 10 نفر اول بودن، که اصلا برای اون زمان که واقعا کسی به اینجا راه پیدا نمی‌کرد یه چیز عجیب بود. ایشون متاسفانه تو استنفورد دچار ناراحتی بدی میشن و از بین میرن متاسفانه. نفر دوم رضا صادقی بود. این واقعا دردناکتر بود. اینکه رضا صادقی و مریم هم دوره بودن و رضا صادقی تو همون المپیادها یه مدال طلا و یه مدال نقره آورد و اتفاقی افتاد این بود که توی یکی از مسابقات که میرفتن اتوبوس حامل اینها توی دریا سقوط میکنه و مریم هم تو اتوبوس بوده. رضا صادقی متاسفانه با 6 نقطه دیگه ریاضی از بین میرن که این هم واقعا دردناک بود. نفر سوم حسین طولو شریفی بود که واقعا هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی براش افتاد. سال 78 یهو مفقود شد و چند ماه بعد اعلام شد که توی یکی از کوهستانا پیدا شده پیکرش و اون هم واقعا دردناک بود. و بعد از اون علیرضای سیدی بود. علیرضای سیدی 3 سال پیش در آمریکا فوت شد و در یه حادثه. اون هم المپیاد ریاضی یه سال قبل از ما بود، با من هم سرویس بود توی سرویس امیرآباد و گیشا. و بعد از اینکه از بین رفت یه اتفاق جالبی افتاد، این بود که ما شروع کردیم براش یه اسکالرشیپ توی مدرسه ای که توی دانشگاهی که خودش و خانومش درس میدادن، یونیورسیتی آف سنترال فلوریدا. بعد اینکه این اسکالرشیپ برای اینکه اندامنت تبدیل بشه بنا بود که در 5 سال به مرز 25,000 دلار دونیشن برسه و آدم‌ها اینقدر پول جمع کنیم. و باور نمی‌کنید در 4 ماه ما 30,000 دلار جمع کردیم، به طوری که اصلا تمامی مسئولین دانشگاه انگوش بده هم مونده بودن که چه موجود برجسته‌ای بود این فرد که همچین ساپورتی داشت و اینقدر حمایت کردن. و همینطور خانومش بعد از اون تقریبا به صورت تنها یه مدرسه به نام اون زد در یک دبستان دخترانه در همدان، در ببخشید اردبیل، که امیدوارم مریم میرزاخانی بعد از اون مدرسه بیاد بیرون. باید بدونیم که این امور خیریه به افتخار درگذشتگانمون واقعا نام اونها رو جاوید میکنه. چند نفر دیگه هستند که من باید به صورت اسپسیفیک اسمشون رو ببرم. یکی دکتر تابش بود، همونطور که گفتم واقعا سن کم مریم در خدمت ایشون، یه جوری در تمام جریان زندگی مریم بودن و این راهو براش هموار کردن و واقعا مثل دختر اونو پروروندن. و این زمان هم که خب از حال مریم کسی خبر نداشت، در استنفورد بودن و پیشش میرفتن و ایشون واقعا برای مریم و برای ریاضیات ایران خدمت بزرگی کردن. و از طرف همه شریفی ها بهشون تسلیت میگم. من خیلی دوست داشتم که جای من امروز ایشون اینجا صحبت بکنن. روز بعد از این اتفاق بهشون زنگ زدم تسلیت گفتم، بعدش هم سعی کردم که ازشون خواهش بکنم تشریف بیارم، متاسفانه میسر نشد. نفر دوم آقای نیوشا بودن که معلم هندسه مریم بودن سال دوم تا چهارم دبیرستان و واقعا این راهو براش مهیا کردن. این مثل یه اهرمی که اون اوایلش رو یه کوچیک چیز بکنید فشار بدی و اونتها یه عالمه جابجا میشه و واقعا اثر بزرگی گذاشتن. نفر سوم رویای بهشتی زواره بود که اون واقعا با اینکه دوقلوی فیزیکیش ندا بود، دوقلوی علمیش رو مریم انتخاب کرده بود و از طرف همه دوستانی که میشناسم بهش تسلیت میگم. و اینکه یه کسی دیگه که میخواستم اسمش رو ببرم بابک فرزاد هست که میخواستم فقط بهش بگم که همگی به یادش هستن.
بعد برای اینکه بخوام صحبتمو جمع‌بندی بکنم تو یک جمله، میخواستم بگم که از تمام این صحبت فقط میخواستم این کلامو براتون جا بذارم، که میخواستم مثل شریعتی که گفت فاطمه فاطمه است، بگم مریم مریم است و همیشه باقی خواهد بود. مرسی. مریم اوتوماتیکلی به خاطر اینکه دانشجوی شریف بود، من 23 سال قبل از مریم از شریف فارغ التحصیل شدم در رشته برق، ولی به صورت اوتوماتیک خواهر من بود و اولین خواهری هم نبود که من در چنگ سرطان از دست دادم. خواهر جوونی داشتم فرشته به اسم معصومه که 17 سال پیش جنگ سرطان رو دو بار سرطان که به هم ربط نداشت، یعنی مستقل بود، اول سرطان اووریان داشت 5 سال قبل از اینکه برین کانسر گلیوبلاستوما داشته باشه، که سرطان دوم رو جنگ رو باخت. قبل از رفتنش یکی از هدف‌های اصلی من در زندگی اعلام جنگ بر علیه این اهریمن بوده و از حدود 1 سال پیش هم تنها هدف زندگیمه جنگ با این اهریمن. میتونم اینجا که وایسادم بهتون قول بدم که ما از هر موقعی بیشتر نزدیک به بردن این جنگ هستیم. سرطان رو لزومی نداره کاملا بکشیم، میتونیم باهاش زندگی کنیم و میتونیم کنترلش کنیم. میتونم بهتون قول بدم که علم و دانش تا حدی پیشرفت کرده که من به قول معروف نور رو در ته تونل میبینم، اقلا یه LED میبینم روشن شده. حرفای من رو بیاین چند سال دیگه بگین مهدی چی شد اون که قول دادی، برای اینکه میخوام بهتون نشون بدم با علم و دانشی که در سالهای اخیر در علم پزشکی و نه فقط در علم پزشکی بلکه در تمام جوانب تمام اون علومی که باید بهش کمک کنن، شما برای اینی که بتونین واقعا با این اهریمن جنگ کنین فیزیسیست میخواین، کمیست میخواین، بیولوژیست میخواین، پزشک میخواین، مهندس میخواین، به خصوص الکتریکال انجینیر میخواین، مکانیکال انجینیر میخواین. براتون واضح خواهد شد وقتی توضیح بدم که چرا همه اینا باید دست به دست هم بدن. یک نفر به تنهایی نمیتونه و اشکال دیگری هم که هست کوآپریت کردن به همکاری تمام اینها با هم یه سری اصولی میخواد که یواش 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 یاد گرفتن دانشمندا که چه با کار بکنن. و اگر توجه کنین، خب خیلی هستن میگن که سالها گذشته ما جنگ با سرطان نتونستیم ببریم. چرا؟ سرطان هزاران سال با ما بوده، هزاران سال، حتی قبل از اینی که احتمالاً به صورت رسمی رکورد بشه. و ما تازه شاید 50 ساله 60 ساله که به اون شروع کردیم تو اون علومی که لازمه برای جنگیدن با این اهریمن
شروع کنیم به درکشون. شناختن استراکچر واقعی دی ان ای در سال 1953 اتفاق افتاد، یه سال قبل از اینکه من به دنیا بیام. منم که هنوز خیلی جوونم، خیلی کار داره هنوز. شناختن اختراع ترانزیستور در سال 1000، ترانزیستور الان از تقریبا از آب مهمتره برای زندگی. هر کی که فکر میکنه من دروغ میگم بعدم بیاد با من صحبت کنه، اون در سال 1947 بود، مدتی هنوز ازش نگذشته. اینا همه با هم باید جمع بشن که شدند، اینا همه با هم باید کمکاری بکنن که کردن، و این اتفاقات داره میفته، قدم به قدم داره میفته. من همیشه دوستانی هستن در بین هزار که میدونن من میگم که من میخوام، من تصمیمم اینه که 200 سال زندگی کنم، برای اینکه خیلی کارا مونده که بکنم هنوز، خیلی چیزا هست که باید یاد بگیرم. بعد نگاه میکنیم به یک نابغه‌ای مثل مریم که بعد از 40 سال به این صورت رفت، در چنگ این اهریمنی که ما واقعا باید بتونیم سرکوب کنیم و میکنیم. اما اون 40 سال از نظر ما 40 سال بود. در واقع من فکر میکنم با اون چیزی که مریم از خود به جا گذاشت 200 سال رو زندگی کرده بود، تو فریم خودش 200 سال رو زندگی کرده بود، به اندازه 200 سال کانتریبیوت کرده بود، و در 200 سال بعد هم اثراتش همینجور ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. به نظر میاد از اون چه که من شنیدم و میدونم و ولی شخصا هیچ وقت همونجور که گفتم نمیشناختم، که به هر چیزی دست میزد و با هر کسی صحبتی داشت تحت تأثیر قرار میداد. نگاه کنین با یه آهنگ نازنین مریم چکا کرده، یه روح جدیدی اصلا به این آهنگ داده. هممون راه میریم، من زمانی که خیلی جوانتر بودم سنتور میزدم به خیال خودم، الان من تشویق شدم که برم اون سنتوره رو پیدا کنم، چون این آهنگ رو میزدم با سنتور دوباره شروع کنم به زدن. با یه چیز کوچولو با رفتنش، حالا خیلی خیلی چیزهای عظیمتر از این هست که تاچ کرده و خواهد کرد و ادامه پیدا خواهد کرد، ولی از من فکر میکنم که 200 سال رو انگار که زندگی کرده بود و رفت. و متشکرم. در ضمن احتمالاً تمام همه آدینس، خصوصاً خانمایی که تو آدینس هستن، میدونن که برست کانسر، اگر که هر کانسری که ارلی دیتکت بشه خودش مثل کیور میمونه، البته هر چه زودتر دیتکت بشه پیداش کنین راحت‌تر درمانش، ولی خصوصاً برست کانسر اگه زود، شرطش اینه که اگه زود پیدا بشه و زود دیتک کنی، بزرگترین چانس ریکاوری رو داره، بزرگترین چانس ریمیشن رو داره در تمام کانسرها، و شرطش اینم که زود. بنابراین you owe it to yourself که چکاپ مرتبتون رو انجام بدین، ماموگرام رو انجام بدین، خیلی مهمه این. اولا نگاه اصلی اینه که تمام کانسرها، تمام سلهای کانسری همشون یک جور عمل میکنن ولی اسمای مختلفی دارن. اون کاری که به صورت مشترک انجام میدن اینه که خارج از کنترل رشد میکنن، پخش میشن، تقسیم میشن و به تیشوهای دیگر بدن حمله میکنن. تمام کانسرها، سلهای کانسریشون این کار رو به صورت مشترک انجام میدن. هدف این برنامه که 18 سال پیش یک فقط آرزو و یک دریم بود، اینه که دنبال اون عامل مشترک باید رفت، که این عامل مشترک همون پروتئینی به اسم HAAH، و جالبی این پروتئین اینه که در زمانی که نطفه شروع میشه و یه بیبی داره درست میشه، فیدس، در اولین سلش این پروتئین هست. تمام ما این جین رو داریم توی جینوم سیکونس، هیومن جینوم سیکونس، اسم جینش هست ASPH. این پروتئین، این اگه تولید نشه بچه به احتمال خیلی زیاد به دنیا نمیاد، کامل نمیشه. اگه فکر کنین از یک سل به 8 پوند، 7 پوند، 9 پوند یه بیبی، تقریبا بزرگترین رشدیه که میتونه داشته باشی تو بدن. خب
و یکی از عواملش این پروتئینی که باعث این رشد میشه. وقتی چقدر جالب و همه این کارهایی که اون سل کانسرس میکنه که اوت آف کنترل رشد میکنه، پنتریت میکنه، گرو میکنه، اینا تمام همون کارهایی که در اون موقع انجام میشه منتها تحت کنترلی که هر چیزی به صورت یه عضوی در میاد، دست، پا، چشم. ولی جالب اینه که وقتی که بعد از به دنیا آمدن بیبی اون جینی که این پروتئین رو پرودوس میکنه خاموش میشه و دیگه پرودوس نمیشه تا وقتی که به هر دلیلی که هست، حالا اون هم خیلی ها دنبالش هستن، به هر دلیلی که هست این سلها کانسرس میشن. وقتی سلها که سل خودتون هم هست کانسرس میشه، این پروتئین دوباره ظاهر میشه روشون و فقط هم در مورد کانسر سلها. و این باعث میشه که هم بتونین دیتکتشون کنین، هم بتونین تارگتشون کنین و هم بتونین اگر از شر این پروتئین خلاص بشین سلها یا خودشون میمیرن یا برمیگردن نرمال میشن. این یه دقیقه و نیم حرفی که من زدم 18 سال بود تقریبا. برای اینه که حالا چرا 18 سال بود؟ برای اینکه این حرفا که زده میشه آزمایش میخواد، تست میخواد، دیتا میخواد، سابجکت، انواع اقسام کارها رو داره و الان راحت در موردش 2 دقیقه صحبت کردن، ولی سالها طول کشیده که به اینجا رسیده و هنوز هم چند سال کار داره. این هنوز FDA این دارو رو اپروو نکرده، امیدواریم که در ظرف 2 یا 3 سال دیگه اپروو بشه که در اختیار همه قرار میگیره. فعلا از طریق فقط کلینیکال ترایال اویلیبله. این یک چشمه از کاری بود که در مورد سرطان داره انجام میشه. هست بسیاری 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 پروژه های دیگری که هم در مقطع تحقیقاتی هستن، یا اینی که آردی داروشون بیرون اومده، انواع و اقسام هست و به نظر من لازمه که همه اینها دست به دست هم پیش برن. در خاتمه من 2 شب پیش، 2 شب پیش که به خواهرم، به مریم، به هدفم که الان تنها هدفم هست که برانداختن این مرض و خصوصا اکچولی هدف اصلی early detection، به موقع پیدا کردنش هست که تمام همقام من شخصا اون قسمت detection هست، داشتم فکر میکردم و به مریم هم فکر میکردم. یه چیزی به خاطرم رسید، چیزی درست کردم که تو این اسلاید بخوام نشونتون بدم، اگه ممکنه اسلاید بعدی رو نشون بدین. من این مارک رو درست کردم، Cancer Canceled Silenced by Sarx. این مارک رو به مموری مریم و معصومه خواهرم درست کردم و همیشه هم به این صورت ازش استفاده خواهم کرد. هدف من اینه که این از اون روبان صورتی که همه تون میدونین علامت کنسره و فکر مونم حتی با برست کنسر هم شروع شد سالها و سالهای پیش و هر جا اونو میبینین تو کلتون میاد، هر فاندریزری میبینین، این رو من میخوام با اون انمان استفاده کنم. از حالا به بعد استفاده خواهم کرد. این مموری آف مریم و معصومه خواهد بود و این مارک رو میخوام مارک این بشه که علم و دانش بر این اهریمن غلبه خواهد کرد و خیلی دور نیست. جون مریم چشم و تو با کن، منو صدا کن، شد کلاس بیرون خوشی، وقت اون رسید که بریم به صحرا با این نازنین مریم. جان مریم چشم و تو با کن، منو صدا کن. به نمایندگی از انجمن دانشگاه صنعتی شریف سوتا از همه شما حضار تشکر میکنم که شرکت کردید در گرامی داشت 40 سال زندگی پرفروغ دکتر مریم میرزاخانی. مریم عزیز ما که نغمه ای در این زندگی خواند که همیشه پاربرجان خواهد بود و نسل ها اون رو خواهند شنید. خیلی خیلی ممنون. عذرخواهی میکنیم از حضار اگر مجبور بودن ایستاده برنامه رو تماشا بکنن یا اینکه
به اندازه کافی جا نبود که وارد سالن بشن. ممنونم که صبورانه تحمل کردید. قدم کوچکی بود برای اینکه خواست بداریم 40 سال زندگی پرفروغ دکتر مریم میرزاخانی عزیز. چکونه با این من با این نازنین مریم، چکونه با این من با این نازنین مریم. باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم، کاش میخوابیدم تو رو خواب میدیدم. خوشه غم توی دلم زده جوونه، دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این